أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. بس در فتاوی و نظریات دانشمندان محترم اهل سنت بود در مورد یزید که دیروز خواندم. علامه سیوطی جلال الدین و همچنین ابن حجر شافعی نوشتن که واقیدی مورخ مشهور که واقیدی به چند طریق یعنی به چند سند طریق یعنی سند از عبدالله ابن حنزله غسیل الملائکه روایت کرده، احتمالا در جنگ بدر بود که امی حنزله پیش پیغمبر آمد گفت یا رسول الله من امشب شب عروسیمه، اجازه میدی که من امشب مدینه باشم فردا بیام؟ یا بدر بوده ظاهرا، احتمالا یا بدر بوده یا احد، اجازه میدی که من بیام امشب باشم به خانه باشم؟ فرمود بله. او شب من پیش عروس خود، اونم که دیگرها خواهش کرده بود یا خاندان عروس یا خاندان خودش که امشب عروسی توی باش، رفت از پیغمبر اجازه گرفت. بعد صبح وقت بیرو شد و آمد در جبهه حاضر شد و شهید شد. خب یکی به اصطلاح جنوبم بوده دیگه، پیغمبر اکرم فرمود ایر ملائکه غسل داد پاک. از امو وقت نامیزی غسیل الملائکه شد، حنزله غسیل الملائکه، خدا رحمتش کنه، از صحابی جلیل. عبدالله پسری زیه او هم بر علی یزید در وقت در سال اول ارز کردم که امام حسین شهید کرد، آل بیت پیغمبر شهید کرد، یزید در سال دیومی حکومت خود بر مدینه حمله کرد، جنایات زیادی کرد. عبدالله میگه، عبدالله ابن حنزله که غسیل الملائکه این روایت کرده که به خدا قسم ما بر یزید خروج نکردیم مگر اینکه ترسیدیم از آسمان سنگسار بشویم. او قدر میگه یزید جنایت کرد که ما ترسیدیم که اگر علیز قیام نکنیم خدا از آسمان ما را سنگسار میکنه، احساس مسئولیت خدایی کردیم و ما علیه خروج کردیم. همانا یزید مردی بود، این حرفای عبدالله ابن غسیل منزله غسیل الملائکه که علامه سیوطی و ابن حجر نوشتن، ما از اونا را میخوانم. میگه همانا یزید مردی بود که مادران اولاد و دختران و خواهران را نکاح میکرد. حالا هر تعبیری که خود شما میکنین ما اصلا دیگه این تفسیر نمیکنم. مادران اولاد و دختران و خواهران را نکاح میکرد و شراب مینوشید و نماز نمیخواند. دانشمندان محترم اهل سنت در حق یزید این جملات دارند. هیچ وقت اهل سنت نه ایر امیر دانسته و نه ایر عادل دانستن. و نیز ابن حجر نماز نمی خوانده، شراب هم می آشامیده و پیشتر هم خواندیم که گذشته از این که شراب می خورد، پسر یزید گفت پدر ما خمر مباح کرده بود یعنی حلال کرده بود. و نیز ابن حجر در سوائق مورقی خود صفحه 197 از سبت ابن جوزی نقل می کند که مشهور میان محدثین مورخین و علما این است که یعنی او مشهور گفته، این را من توضیح دادم که مشهور یعنی میان محدثین مورخین علما، این را من توضیح میدم و الا در عبارت او محدثین و مورخین و علما نیه، مشهور مشهور این است که یزید آل شام را جمع کرد، با چوب خیزران به سر حسین میزد و در بلند بردن ابن زیاد مبالغه کرد که خیلی او را ترفیع مقام داد، حتی او را در میان زنان خود داخل کرد. میگه یزید او را آورد به خانه خود، میان زنان خود او را آورد شد، یه قدر به او محبت کرد. پس اینیه که بگویم یزید خبر نبوده، اینا عرفای نصیبیه این که اهل بیت پیغمبر دشمن دارن. علامه سیوطی در تاریخ خلفا صفحه 160 در باره یزید میگه وقتی اهل مدینه در اثر فسخ و فجور یزید بر او خروج کردند، یزید لشکری زیادی را برای قتل آنان فرستاد
و بر مدینه حمله کردند. در این حمله مردم زیادی از صحابه رسول خدا و غیر صحابه کشته شدند. مدینه تاراج شد و هزار دختر باکره بی عفت شد. میفهمید؟ فهمیده شد که یزید چیکار میکنه؟ هزار دختر لشکری مدینه رو برای لشکر خود سه روز مبا کرده بود. گفت اگر رفتن و مثلا مدینه رو فتح کردین سه روز هر کار که میکنین، هزار دختر باکره به عفت شد. پیغمبر به روایت صحیح مسلم فرمود: من اخاف اهل المدینه اخافه الله ولعنه الله وملائکته والناس اجمعون. کسی که اهل مدینه را بترسانه خدا او را میترسانه، خدا و ملائکه و مردم همگی او را لعنت میکنه. یزید همین کار کرد دیگه، اهل مدینه را ترسان، یک عده زیادی از صحابه را کشت، از مردم را کشت، مسجد پیغمبر را پر از خون کرد، هزار دخترم به عفت کرد. بازم بگویم که لعن یزید جایز نیه، این روایت صحیح مسلمه. صحیح مسلم در اوائل صحیح خود میگه که هر روایتی که من نقل میکنم متفقون علی بین همه، یعنی همه اهل سنت احادیث قبول داره. کسی که اهل مدینه را بترساند خدا او را میترساند و او را لعنت میکند و ملائکه و مردم همگی او را لعنت. ابن حجر این واقعه را در سوائق مرغه کمی بستر نقل میکنه. او میگه در این حمله که یزید به مدینه کرد 300 نفر صحابه و 700 نفر قاری قرآن کشته شد. 1000 نفر، 300 نفر از صحابه کشته شد. این حسیبی ها میخواین از کی دفاع کنن؟ از یزید، از امی یزید دفاع میکنه؟ معلومه که ضعف دینشانه ناسیبیه، فقط اونا میخواین دشمنان اهل بیت پیغمبر به هر قسمی که از تبرئه کنن. ولی دانشمندان علمای اهل سنت کار نمی کنن، اونا واقعیت ها رو نمیشتن. اینا واقعیت ها بوده. 300 نفر صحابه را یزید کشت، لشکر فرستاد کشت، 700 نفر قاری قرآن کشتن در مسجد. چند روز مدینه برای لشکریان یزید مباه شد، یعنی مال و جان و ناموسشان مباه شد. چند روز نماز جماعت از مسجد نبوی تعطیل شد، مسجد پر از خون بود، کس نمیتوانست که از خانه بیرون شود. تنها از قاریا و از 300 نفر صحابه و 700 نفر قاری کشته میش، 1000 نفر مردم عادی چقدر کشته شده خدا میدانه. مردم مدینه پنهان شدند، هیچ کس قدرت نیافت داخل مسجد شریف شود. این عرفه ابن حجر شافعیه. تا آنکه سگها و گرگا داخل مسجد پیغمبر شدند و بر منبر آن حضرت بول کردند. سگها و گرگا، این هم از آثار یزیده. بالاترین توهین انجام داد، بدتر از یهودیا، سایونیزمایی که امروز است، بالاتر از صهیونیستایی بود یزید. ابن اجر شافعی پس از یزید نقل می کند، از پسر یزید نقل می کند که پدرش یزید شراب را مباح کرد. یعنی تو نبوده که او تنها شراب خور بود، شراب را مباح کرد. اینا را ابن اجر شافعی نقل می کند. او نقل می کند از ابن جوزی سوال شد: لعن یزید را جایز می دانی؟ به ابن جوزی گفتن که شما لعن یزید جایز میدانید؟ او جواب داد: لعن او را دانشمندان العلماء الورعون، یعنی دانشمندان با ورع و با احتیاط، اونهایی که در دین خود احتیاط میکردن، دانشمندان با احتیاط لعن یزید اجازه دادن. باز خود ابن جوزی از صالح پسر احمد ابن انبل نقل میکنه که به پدرم احمد انبل گفتم قومی ما را به محبت یزید نسبت میدین. صالح پسر امام احمد حنبل نیک به پدر گفتم پدر یک عده ما را به محبت یزید نسبت میده. نیگه احمد حنبل اینا به یزید علاقه دارن، یزید دوست دارن.
شما چی میگه؟ پدرم گفت پسرم، میگه امام احمد انبل به ما گفت سالی، میگه سالی پسر احمده، میگه پدرم به ما گفت آیا کسی که به خدا ایمان داشته باشد بایزید محبت میکند؟ استفهام انکاریه، نه هرگز، ما به خدا ایمان دارم، چه قصه میشه که ما بایزید محبت داشته باشم؟ بعض میگه ای سالی به پدر خود میگه، گفتم یعنی ای صحبت ها بین پسر و پدره، سالی پسر، احمد ابن حنبل پدر، نگما به پدر خود گفتم پدر او را لعن میکنی؟ یعنی جایز میدانی؟ گفت چرا لعنت نشود کسی که او را خدا در کتابش لعنت فرموده؟ گفت امام حنبل گفت که امام احمد گفت که چطور من لعن شر لعن نمی کنم؟ او کسی را که خدا در قرآن لعن کرده من او را لعن می کنم. گفتم کجا خدا او را لعنت فرموده؟ هر کجا مایه؟ جواب داد قول خداوند که گفته فهل عسیتم ان تولیتم ام تفسدوا فی الارض و تقطعوا ارحامکم اولئک الذین لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. یعنی آیا میشه که یک وقت حکومت به شما رسید و بعد در روی زمین فساد کنین و رحم خود قطع کنین؟ خدا اینها را لعنت کرده و اینا را کر کرده و چشمه اینا را کور کرده. خب چشم یزید کور بود، گوشش کر بود، حق نمیشنوید و خدا او را لعنت کرده بود. آیا فسادی بزرگتری؟ قرآن میگه اگر شما به حکومت رسیدین، ولایت به شما رسید، آیا در زمین فساد میکنین؟ پسر ما، آیا فساد بزرگتری از این قتل، یعنی قتل امام حسین و شهدای کربلا، بالاتر فساد از این پیدا میشه؟ یزید به حکومت و به ولایت رسیده میکاره را کرد. خیلی خوب، این عرف سبت ابن جوزی و نظر امام احمد حنبل. یک کتاب دیگری از اتحاف، من وقتی که در عراق بودم این مطالعه کردم، چاپ مصر. این کتاب از علامه شبراویه، علامه شبراوی این در کتاب اتحاف خود، اتحاف یعنی تحفه دادن، نام کتابش اتحافه، اونجا نمیشته کرده. شبراوی میگه در صفحه 21 بود که من یادم منده اینجا یادداشت کردم، در صفحه 21 کتاب خود، شاید من ایره 30-40 سال پیشتر در عراق من این کتاب دیده بودم که از چاپ مصر بود و امام یاورد، علامه شبراوی هم شاید از مصر باشه. او میگه که احمد انبل گفت به پسر خود آیا فسادی عظیمتر از قتل حسین رضی الله تعالی عنه است؟ خدا فرمود و خدا فرمود ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والاخره، کسانی که خدا و رسولش را اذیت کنند خدا او را هم در دنیا لعنت میکنه هم در آخرت، یعنی هم در دنیا لعن به معنای دوری از رحمت، خدا هم در دنیا او را از رحمت خود دور میکنه و هم در آخرت. خب معلومه دیگه بهش نمیره، به دوزخ میره. یعنی کسانی که خدا و رسولش را اذیت نموده خداوند آنان را در دنیا و آخرت لعنت میکند. بعد میگه احمد ابن انبل ای آیره که خان به پسرش گفت کدام اذیت شدیدتر بر رسول خدا از قتل حسین است؟ میگه هر کس که خدا و رسولش را اذیت کند، آیا از این اذیت بالاتر پیدا میشه که او بیاید فرزند پیغمبر شهید کنه، حسین شهید کنه؟ یا پس یزید پیغمبر اذیت کرد، بله، که قرة العین نور چشمش و فرزند دخترشه. قاضی ابو یعلی کتابی در ذکر کسانی نوشته، یکی از دانشمندان اهل سنت، که مستحق لعنت هستند و از این جمله یزید را ذکر کرده که خلافی نیست که او اهل مدینه را ترسانیده، هیچ اشکالی وجود و مخالفت وجود نداره که یزید اهل مدینه، مردم مدینه را ترسانید و پیغمبرم طبق امو حدیث صحیح مسلم فرموده بود
که هر کس حال مدینه را بترسانه خدا و ملائکه و مردم او را لعنت میکنه. خب پس یزید ملعونه، هم بلان خدا، هم بلان ملائکه، هم بلان مردم. بعضم ما در این مورد انشاءالله صحبت میکنیم که خلاص شوه. والحمد لله رب العالمین.